هر شبی سرد و طوفانی پیش از دقایق تحویل سال 1925 کشتی ورسای پس از سفر 29 روزه از بیروت در بندر هالیفاکس لنگر انداخت. شادترین مسافر پسر ارمنی 17 ساله‌ای بود که کمی فرانسوی و کمتر از آن انگلیسی صحبت می‌کرد. آن پسر من بودم. یوسف کارش یکی از استادان عکاسی پورتری قرن 20 به شمار می‌رود. مشهورترین آثار وی تصویری نزدیک و صمیمی از سیاستمداران، ستارگان، نویسندگان و هنرمندان ارائه می‌دهد. He had a wonderful way about him which enabled him to really put people at ease. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد کارش این بود که مردم با او احساس راحتی می‌کردند. افراد سرشناسی که جلوی لنز دوربینش قرار می‌گرفتند، معمولاً در برابر یک عکاس، نقاش و یا حضار، چهره‌ای از پیش تعیین شده از خود نشان می‌دهند. But he kind of dug beyond that. کارش گامی فراتر از نمای ظاهری برمی‌داشت. آنچه را می‌دید که مردم عادی نمی‌بینند. موقعیت بی نظیر او نیز مدیون این ویژگی است. یوسف کارش در سال 1908 در خانواده ارمنی در سوریه چشم به جهان گشود. پدرم سواد خواندن و نوشتن نداشت اما طبع بلندی داشت. مادرم زنی تحصیل کرده و عاشق کتابخوانی بود. من دو برادر کوچکتر نیز داشتم. در سال 1922 مجبور شدیم از خانه و کاشانمان فرار کنیم. حتی مهلت نداشتیم چفت در را بیندازیم. تنها چیزی که با خود داشتیم زندگی ما بود و بس. پای پیاده از شهر گریختیم. The family had enough money to get one child out. خانواده کارش توانستند خرج فراری دادن تنها یک فرزند یعنی یوسف از قتل عام را تامین کنند. یوسف کارش دهمین فرد مهاجر به کشور کانادا بود. امسال سفارت کانادا در آمریکا به مناسبت صدومین زادروز یوسف کارش نمایشگاهی از آثار او برپا کرده است. هنوز هیچ تصوری از نویدهای بیکران سرزمین غرب نداشتم. لحظه که قدم به خاک کانادا گذاشتم همین کافی بود که بدانم کشتار، شکنجه و دلشکنی های ارمنستان را پشت سر گذاشتم. و حرفه‌ای در چنته نداشتم. دایم منتظرم بود و مرا از روی عکس در بین جمعیت تشخیص داد. خاطره کارش از آن روزها ترکیبی است از زجر و زیبایی و جنگ و صلح. او نخستین استودیوی عکاسیش را در سال 1931 در اتاوا برپا کرد. Wasn't until he photographed Winston Churchill that he really made his reputation. شهرت کارش با عکاسی از چهره چرچیل آغاز شد. داستان از این قرار بود که او در فرصتی چند دقیقه‌ای از چرچیل خواست تا سیگار برگش را کنار بگذارد. خشم چرچیل پس از این درخواست در پورتره‌اش تسخیر شده است. از آن پس آوازه کارش بر سر زبان‌ها افتاد و تعجب انگیز است اگر کارش از شخصی نامی در زمان خود عکس نگرفته باشد. او همه رئیس جمهورهای آمریکا از زمان روزولت تا بوش پدر را به تصویر کشیده است. تاریخ نام‌های مانند نلسون ماندلا، اینشتین، پیکاسو، فیدل کاسترو، محمد علی کلی، ژاکلین کندی و ملکه الیزابت را ثبت کرد و کارش چهره‌شان را در تاریخ. البته بسیاری از این چهره‌ها برای نسل جوان ناآشنا هستند. به همین خاطر کتابی از آثار کارش در دست چاپ است که زندگی نامه کوتاهی از این افراد را نیز در کنار عکسشان در بر دارد. How surprised I was that so many young people in the embassy didn't know what Andy Warhol looked like. برای من تعجب آور بود که باور کنم بسیاری از جوانان با نام اندی وارهول آشنایی ندارند و حالا می دانم که ثبت چهره تاریخ سازان از اهمیت زیادی برخوردار است. I have a restless approach to my work. I am rarely satisfied. عکاسی برای من خستگی ناپذیر. همیشه فکر میکنم بهترین عکس ها هنوز گرفته نشدند و مدعا هم به آینده است. به نظرم این تنها راه زندگی و امید. کار عکاس تجربه کردن بی‌انتهاست. بهترین عکس ها هنوز گرفته نشدند. یوسف کارش در سال 2002 در اتاوا چشم از جهان فرو بست.